سلام و درود به شما عزیزان همراهان تفسیر خبر در سراسر ایران و هر کجای جهان که هستید. جمشید چالنگی هستم از واشنگتن با شما خواهم بود در ساعت پیشرو. واشنگتن بسیار گرم و مقداری هم شرجی از جهات بسیار هوا شبیه آبادان و خوزستان است. آبادان و خوزستانی که داغدارند، مانند داغداران بیشمار در سراسر ایران، مانند غمداران بسیار که کسانشون در زندانهای حکومت فقیه به سر میبرند. در بازارها اعتراضها ادامه دارد علیه روند گرانی و کمبودها. بازاریان دست به اعتصاب زدند در نقاط مختلف کشور، در تهران و شهرهای مختلف کشور. پیامدهای برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی و در عرصه سیاسی ایران، چه در داخل و چه در خارج از ایران، رویدادهای قابل تأملی شاهد بوده. سخن در بسیاری از این رویدادها وحدت هست میان مخالفان جمهوری اسلامی. چگونه وحدتی؟ چه شیوه هایی و با چه هدف هایی که دوچار پیامدهای وحدت 1357 ایران و مردم ایران نگردند؟ بزرگترین وحدت در تاریخ سیاسی قرن بیستم، از چپ تا راست ترین، از فدایان اسلام تا چریکای فدای خلق. امروز روز نسل برآمده از انقلاب در پی راه‌های تازه است برای ساختن ایران، نسلی که پس از انقلاب به دنیا آمده است. چه میگویند، چه میخواهند و رو به کجا دارند و از چه وحدتی سخن گفته و میگویند؟ پرسش‌های بسیاری داریم در این زمینه‌ها. میهمان من و شما هستند. همراه با شما عزیزان تا لحظات دیگر سرکار خانم فاطمه سپهری گرام، از فعالان در عرصه سیاسی ایران که از خراسان با ما خواهند، با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. سرکار خانم سپهری گرامی، ضمن سلام خدمت شما، من شاهد بودم مثل بسیاری در ایران و بیرون از ایران که در روزهای اخیر شما گفتگوها و مصاحبه‌های گوناگون تلویزیونی رادیویی داشتید و سخنان بسیار مهم و پرنقضی گفته اید، و اما نکته در این است که همیشه سخنان و حرف تازه‌ای و نگاه تازه‌ای دارید به آنچه که در ایران میگذره. ضمن سلام و خوش آمد به شما، اولین پرسش من طبق معمول آخرین خبرها از زندانیان سیاسی نازنین. سلام به شما دوباره. سلام، وقت شما بخیر. ممنون که منو دعوت کردین و باز فرصت دادین که من بیام از این تریبون ها فریاد بزنم و جنایت های جمهوری اسلامی رو بگم. حالا هر کس به سهم خودش، در ایران هیچ کس آرامش و آسایش ندارد، به خصوص خانواده هایی که عزیزانشون در زندان های جمهوری اسلامی هست و بسیار سخت میگذره، بسیار سخت میگذره. جمهوری اسلامی حتی نمیخواد به درستی همون رویهی که خودش داره هم به درستی انجام بده. دیروز برادرم زنگ زد که منو فردا میبرن بیمارستان. چی؟ فردا بیان ملاقات، من حضوری دارم ملاقات. و ما امروز با مادرم که به سختی میتونه جا به جا بشه، بچه های کوچیک که برادرم اومدن و بعد که رفتیم پای اون دستگاهی که نوبت بگیریم برای رفتن ملاقات حضوری، گفتن آقای سپهری رو میخوان اعزام کنن به بیمارستان. الان بیش از 3 ساله که
تودهی بالای ابروی راستش شده بود، مثل این که امروز میخواستن اونو ببرن بیمارستان و بردارن و زمانی کشور رو اداره کنه، میخواد امنیت بیاره، آسایش بیاره، آرامش بیاره. و ما امروز رأس ساعت 7 صبح تو زندان وکیل‌آباد بودیم تا نزدیک 9:30 در جلو زندان و همون قسمت سالن ملاقات چرخیدیم، آخر نه برادرم رو دیدیم و بدون هیچی دست خالی برگشتیم. یعنی واقعا امروز خیلی روز سختی بود برای ما خانواده سپهری. مادرم بعد از 1.5 سال خواست برادرم رو ببینه، خب امروز خیلی بد شد. میتونستن همینو به ما خبر بدن، بگن نه اشتباه شده، ما میخوایم ببریم امروز بیمارستان. حتی ما حاضر شدیم به بیمارستان بریم که بیمارستانم خیلی دور بود، بیمارستان طالقانی نزدیک آرامگاه فردوسی هست، اونجا هم اجازه ندادن و ما دست خالی حدود 11 ظهر شد آمدیم بخانه. برادر گرامی شما آقای محمد حسین سپهری، آموزگار ارجمند ایرانی، که در کنار آقای خاستاد، آقای جعفری، آقای مرتضوی و کسان دیگه در زندان هستن، چند فرزند دارن و چند ساله هستن؟ 2 پسر داره، یک پسرش متولده دی 86، یک پسرش هم شهریور 93. 2 پسر داره و اینا اومدن و امروز بعد 2 ساعت چرخیدن اونا رفتن، ما هم یه مقدار دیگه وایسادیم که شاید اون ماشینایی که زندانیا رو میارن بیرون دم در یک 5 دقیقه اجازه بدن مادرم برادرم رو ببینه. و اصلا هیچی نشد، هیچ اتفاق درست نیفتاد، بسیار اذیت شدیم، برگشتیم. این از برمزیدیه زندان و دادگاه و اعزام و اینا. یه هفته پیشم باز برده بودنش بیمارستان، برادرم زنگ زد که منو میارن روز 17 همین برج، روز دوشنبه، روز سه‌شنبه صبحش، که گفت میارن، من میارن بیمارستان امام رضا. من رفتم بیمارستان امام رضا، برادرم حسین اونجا یه خورده نشستیم، بعد که برادرم برگشته به زندان میگه منو بردن بیمارستان طالقانی. آدرس غلط میدن، دروغ میگن، وعده های دروغ میدن، خانواده ها تا بتونن اذیت میکنن. من الان میدونم برادرم حالش، از اون بیمارستان و توده ای که میخواستن بردارن به جای خود، این که مادرش اومده، بچه هاش اومده، خانوادهش اومدن، حال اون الان به مراتب بده. ولی متاسفانه هیچ رعایتی نمیکنن. برادرم همین چهارشنبه که رفتم گفت امرای که بردن گرفتن رگای گردن من 50% گرفتگی ایجاد شده. ما الان 3 سال داریم داد میزنیم که آقای سپهری بیماریش خیلی خطرناکه، ولی متاسفانه نه زندان نه دادگاه هیچ کدوم اینها توجه نمی‌کنه. اسامی بسیار آقای عباس واحدیان شاهرودی و بسیار دیگه از عزیزان، آقای ارژنگ داوودی آموزگاران گرامی، آقای عبدی و بسیار دیگه. این کارا با چه هدفی انجام میشه؟ فشار و آزار خانواده ها، زیر فشار قرار دادن برای اینکه همکاری کنن، یا فشار بیارن به زندانی سیاسی، چه هست؟ چه هدفی رو دنباله؟ من فکر میکنم خامنه ای لذت میبره، هدفش فقط لذتیه که میبره و اون افرادی که از پول بیت المال چکمشون سیر میشه و با خامنه ای همکاری میکنن، چیز دیگری نمیتونه باشه. هم لذتی که خامنه ای میبره از اینکه مردم ایران رو زجر بده. الان هر روزی ما 1-2 فاجعه داریم، جنایت اتفاق میفته، از قطار، از ساختمون، از هر جا که میریم هیچ جا احساس نمی کنیم امنیتی وجود داره. از خانه میریم بیرون اصلا فکر نمی کنیم که ما بدون حوادث برگردیم، حالا یا برای خودمون یا برای دیگران اتفاقی نیفته. و اینا اصلا همه اینا فکر میکنم برای خامنه یک نوع لذت شده، نمیدونم میخواد اصلا کلا نابود کنه و بعد بره. خب اگر علی خامنه بیاد و بگه خانم سپهری من از این اوضاع خبر ندارم، اینا یه کارهایی است که منو بی اطلاع نگه میدارن، شما چه خواهید؟ وای بر اون. حالا چی که خودش گفت روزی که اون
رفسنجانی بر مردم ایران تحمیل کرد به عنوان رهبر، خودش گفت وای بر اون ملتی که من بشم رهبر باید خون گریه کنن. و از روزی که آمد ما خون گریه میکنیم. میخواد بیاد بگه چی؟ روزی که اومد نشست جلو دوربین گفت حق نداریم دارو بیارین واکسن بزنین. این همه آدم مرد، از همه چی خبر داره، از همه چی خبر داره. هر جا بگه خبر ندارم دروغ گفته، دروغ گفته. ده. خب چجور میشه؟ امروز شاهزاده پیام داد فردا عکس العمل نشون داد، از همه چی رو خبر داره. بلافاصله فردا دیدیم همه که آمد عکس العمل نشون داد. خب اگر بگن ما هوادارانی داریم، طرفدارانی داریم، بچه های 10-12 ساله داریم مثل کره شمالی، جای دیگه اینها میان هواداری میکنن، سلام فرمانده و اینها و بقیه، و دیدین در استادیوم ورزشگاه و اینها، به این چه پاسخی؟ یعنی پاسخ خانم سپری رو میشنویم به خامنه ای. اونهایی که الان در حال حاضر بیان بگن ما جمهوری اسلامی رو قبول داریم، ما میخواییم حفظش کنیم، ما میخواییم اصلاحش کنیم، دو گروه هن. یا منافع دارن یا خیلی نادان و ناگاه هن. که ما اصلا به این دو گروه کاری نداریم. و اونهایی که ناگاه هن که خب حالشون معلومه. اونهایی که منافعی دارن سر در آخر بیت المال مردم ایران دارن. با. اگر مردم عادی، عامی و مردم جامعه همه ناراضی هن. الان در حال حاضر میبینیم که دیگه تمام کشور به یک تلاطم خاصی افتاده از اعتصاب ها، از اعتراض ها. الان چند وقته که تمام این بازنشسته ها در کف خیابونن. خب این واقعا فاجعه یه. ولی خب داره هوادارانش، بله داره. خب اشاره کردید به واکنش علی خامنه‌ای در برابر آنچه که شاهزاده پهلوی گفت و اینکه میخوان سلطنت رو به ایران برگردونن. نشاره کرده بود به ناپلئون، نشاره نادرستی بود. حالا اطلاعات تاریخشون احتمالا در مورد تاریخ فرانسه کمه، حالا در زمینه‌های دیگه من نمیدونم. به هر حال ولی در همون ورزشگاه هم اتفاقی افتاد. جماعت جمع شده بودن و مردم فریاد رضا شاه روحت شاد سر دادن. که باز من در پرانتز تأکید کنم، چه موافق باشیم چه نباشیم، رضا شاه پهلوی یک نقطه عطفی است در تاریخ ایران به دلایل بسیار، از جمله این دلیل که در این نخستین بار در تاریخ سیاسی ایران قدرت با زور شمشیر جابجا نمیشه، با ابزار دموکراتیک به هر حال که بوده، با رأی مجلس به هر حال. این رو، این واکنش رو شما چرا اصلا باید بترسه؟ اگر متکی به خداونده، اگر نایب امام زمانه، اگر خداوند به اعتقاد ایشون از اون بالا میبینه و مواظب ایشون هست و از این ادعایی که دارن، چرا باید بترسن؟ اینا خیلی تلاش کردن که چهره واقعی دوران پهلوی و پهلوی ها رو بد نشون بدن به مردم. و الان از پیش عدفی که 5-6 سال میکنی بیه هر جای اعتراضی بوده غیر ممکن بوده که مردم یادی نکنن از خاندان پهلوی و از اینکه اونها خوب عمل کردن در زمانی که پهلوی اومد ایران رو تحویل گرفت. فقر و بدبختی و بیماری بیداد میکرده و یک کشور متمدن و پیشرفتی رو ساختن. و هرچند که جمهوری اسلامی خواست که چهره اونها رو بد نشون بده، ولی به قول همین که میگن ما هیچ وقت زیر ابر باقی نمیمونه و واقعیت ها دیده میشه. الان ترسش از اینه که مردم همه دارن یک صدا فریاد میزنن روحت شاد رضا شاه. این خیلی مهمه. در اون زمانی که اومدن این همه مردم رو تحریک کردن که تا شاه کفن نشود این وطن وطن نشود، این شعاری بود که دیگه اون زمان، حالا ما که بچه بودیم ولی میدیدیم که دارن میرن و میگن. الان تمام مردم در کفن پیچیده شدن دست جمهوری اسلامی. الان ترس جمهوری اسلامی از اینه که مردم دارن بر میگردن به زمان پهلوی، میگن اون زمان خوب بوده، ما اشتباه کردیم، ما میگن واضح میگن ما غلط کردیم.
خب یک عده در خارج از ایران اشاره میکنن، به موضوعاتی اشاره میکنن، از جمله اینکه کسانی که چنین شعاری میدن بخشی از جامعه هستن، بخش به گفته این گروه ها یا افراد بخش اندکی هستن. یک این موضوع، دو اینکه به نحوی میگن سلطنت در ایران پایان یافته است، یعنی در این قسمت از این حرف این هم هست که پس رفراندوم بعد از 57 رو قبول دارن، و خود حرف خمینی هم هست که نسلهای پیشین اجازه نداشتن برای ما تعیین تکلیف کنن. این مجموعه رو شما چه پاسخ و چه نگاهی دارید سرکار خانم سپهری؟ من نظر خودم رو میگم الان اگر که جمهوری اسلامی ذره با مردم کنار بیاد و اجازه بده، بعد میبینه که حتی همونایی هم که دارن منتفع هستن اونها هم به مردم میپیوندن، چون شرایط رو بسیار بد میبینن. همونایی که دارن میخورن میچاپن هم میدونن که اگر روزی بیفته که جمهوری اسلامی نباشه باید پاسخ بدن. لذا من به شخصه میگم اگر جمهوری اسلامی اجازه بده شرایط به خوبی به دنیا معلوم میشه. جمهوری اسلامی خرج زیادی کرده به لابی هایی که فرستاده، حالا تحت عنوان خبرنگار، استاد دانشگاه، به هر طریقی اینها بیان و دروغ به مردم تحویل بدن، به دنیا دروغ بگن، به مردم دروغ بگن، بگن آه خوبه، هم مردم راضین، هم خیلی اندکی هستن که مخالفن. الان کی مونده که مخالفت رو اعلام نکرده؟ الان کجا دیگه چی مونده؟ کی مونده و چی مونده تو ایران که اینا نابود نکردن و صدای کیه که بلند نشده؟ مگر همین یک عده معدودی که خب بالاخره گیرن و میخورن. شرایط اقتصادی فوق العاده بد شده، این شرایط ناامنی. من خودم همین دو روز پیش رفته بودم تهران، برگشتم، واقعا همون روزی بود که تهران مشهد به یزد حادثه پیش اومد، واقعا نگران بودم، میگفتن خب ممکنه الان برای این قطاری که ما هم داریم میریم، کلن همه جا اینا هیچ کار درستی، هیچ آیندهی، هیچ پیشبینی، هیچ امنیتی، نه در ساخت و سازشون، نه در هیچی نیست. پس کی میخواد راضی باشه وقتی شرایط اینقدر سخته؟ برای یک نون، برای یک شانه تخمه مردم موندن، میگن راضی ان مردم؟ هرگز، دروغ میگن. اینا خمینی دروغ گفت، خامنه‌ای هم داره دروغ میگه، اون رئیس جمهورش هم دروغ میگه، دروغ و دروغ و دروغ، چیز دیگه نیست در بساط اینها. دروغ بگیرن اصلا جمهوری اسلامی وجود نداره. خب این جمهوری اسلامی وجود نداره، من از حرف شما میتونم این استنباط رو داشته باشم که برخلاف سخن گروهی، رضا شاه روحت شاد مردمان بسیاری هستن در ایران، اکثریتن، نزدیک به اکثریتن. من میگم اکثریت، من میگم خیلی زیاد. اگر از 85 میلیون بخوایم حساب کنیم بیش از 70 میلیون، بیشتر، زیادن. اصلا ما که نمیبینیم جایی، الان این همه رسانه ها دیگه همه چی داره دیده میشه، ما نمیبینیم کسی رضایت داشته باشه. کجا دارن؟ رضایت اینا کجاست؟ شما سنتون قد نمیده، به قبل از انقلاب اشاره کردید، فرمودید پیش از انقلاب دوست و برادر بزرگ من، میتونم بگم منوچهر آتشی، گفتم بارها شعری درباره رضا شاه و اعتقاد دوست داشت، بسیار دوست، از سر دل هم بود. سخن گفتن درباره رضا شاه در جامعه روشنفکری ایران در واقع ممنوع بود، یعنی سانسوری که جامعه روشنفکری در ایران تحمیل میکرد نویسندگان، شاعران، قدرتمندتر از سانسور دولتی بود. درباره این صحبت کردم، بعد هم صحبت خواهیم کرد. الان چه تحولی اتفاق افتاده؟ چگونه شده که نسل جوان امروزی در ورزشگاه 100,000 نفری، در خیابانها، در ویرانه های آبادان و خوزستان و جاهای دیگه فریاد رضا شاه روحت شاد میدن؟ چه اتفاقی افتاده؟ به چه جایگاهی رسیدن؟ به چه نگاهی رسیدن جامعه یا کسانی که شعار میدن؟ به نظر من
حالا اون جوانایی که الان دارن شعار میدن که زمان شاه رو نبودن، ولی از بزرگانشون، از فیلم ها، از گزارش ها، از نوشته هایی که در اون زمان الان به دست همه رسیده، میبینن که الان حتی طرف اجازه نداره این لباس آستین کوتاه بپوشه. امروز در وزارت خارجه که خبرنگار رو میگفت راه ندادن برای که آستین کوتاه پوشیده بوده. یعنی تا کجا اینا کار دارن؟ یک ورزشکار رو چند روز پیش در یکی از پارک‌های تهران مورد ضرب قرار داد. خب اینا وقتی که مردم حق دارن به همه مسائل خصوصی مردم کار دارن، خب مردم فریاد میزنن دیگه، میگه ما نمیخوایم این شرایط رو. زمان شاه مردم حقی داشتن، حقوقی داشتن، آرامشی داشتن، اعتباری داشتن در دنیا. الان هیچی نداریم آقای چالنگی. الان ما در ایران، نه در داخل ایران، نه در خارج ایران، چیزی نداریم. اون جوانی که میره درس میخونه هیچ امیدی به آینده نداره. پس باید فریاد بزنه. اگه فریاد نزنه باید ببخشین مشکل داشته باشه. باید فریاد بزنه. الان دیگه زمانی نیست که ما بگیم اصلاح خواهد شد، نمیدونم سب کنیم که حسن بره، نمیدونم ابرام بیا، ابرام بره، محمود بیا، محمود بره، نمیدونم اون فلان. الان اینا همه این مهرهایی که رفتن اومدن، اوضاع بد و بدتر شد. الان دلار امروز شده 32,000 تومان. از کجا بیاره اون طرفی که در ماه شاید 4 میلیون حقوق داره، با زن و بچه و مستاجری و بدبختی. الان اگه فریاد نزنیم، تنها راه که به دنیا نشون بدیم فریاده، چیز دیگه نداریم. باید فریاد بزنیم و اگر نزنیم باز هم جمهوری اسلامی خواهد موند. فریاد بزنیم، اعتصاب کنیم، اعتراض کنیم، دست به دست هم بدیم و بیستیم جلو جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی قدمی برای ماها بر نداشته. ما الان هیچی نداریم، دستمون از همه چی خالی، کوتاه. کشوری با این همه ثروت و توانایی مردمش هیچی نداریم. برای یکی از نکات با انتقاداتی اگر هست، باید توجه کرد که رضا شاه چه چیزی رو تحویل گرفت، چه میراثی از قاجار رسید. بحث طولانی است. کارنامه های سیاسی و سران هر کشوری بالا پایین زیاد داره، متفاوت در مجموع. ولی یکی از نکات بسیار مهم ناسیونالیسمی است که در محور خودش نه نجات پرستی، بلکه ایران مقدمه و مصالح ایران مقدمه بر سایر چیزی که الان در همه کشورها هست، از همین آمریکا تا کشورهای اروپایی و دموکرات. اما نکته اینه که فریاد زدن از امروز روز، از روزهای پیش تا رسیدن به جایی که مردم تعیین کنن چه نوع نظامی رو میخوان، حرفی که شاهزاده پهلوی هم زده و بسیار دیگه هم میزن، چه باید کرد، چه میشه کرد، چه راهی میشه رفت که سریعتر رسید به اون مرحله که مردم نظامی رو که مورد نظرشون هست در یک رفراندوم همه پرسی آزاد به اصطلاح تعیین کنن. این مسیر رو چگونه باید رفت؟ خب از این که گروه گروه شدن، یک عده نمیدونم سلطنت طلبی، جمهوری خواه و هر گروه هایی که هستن، تنها راهش اینه که همه کنار هم قرار بگیرن، یک آلترناتیو درستی، یک برنامه درستی و رهبریت مشخص بشه، رهبر مشخص بشه. الان همه جا داد میزنن که رهبر نداریم. خب حالا بالاخره ما عده ای اومدیم گفتیم ما سلطنت طلبی، ما از شاهزاده حمایت کردیم. بلافاصله 6 گروه از جمهوری خواهان اومدن و اعتراض کردن، در حالی که بیان همه با هم همراه بشن، رهبرشون رو مشخص کنن و از این دوران عبور کنیم. یک به کسانی که اعتماد دارن مردم، ما میگه ما به شاهزاده اعتماد داریم، اونایی که میان اعتراض میکنن اونا هم بگن فرد مورد اعتمادشون رو معرفی کنن و مشخص بشه که ما دیگه جمهوری اسلامی رو نمیخوایم، باید از این شرایط بیایم بیرون. شرایط خیلی سخت شده. یه عده زیاد در زندان ها، یه عده زیاد در وضعیتی که الان اعتصاب و کف خیابون ها، مردم گرسنه، مردم معتاد، بیکار. اصلا دیگه الان برای چی ما باید صف کنیم؟ چی میخواد درست بشه؟ تمام بالا و پایین جمهوری اسلامی و خامنه‌ای را همه دیدیم دیگه، تمام هنر اینا رو ما دیدیم که اصلا اینا برای کشور کاری نمی کنن. پس خودمون باید به فکر خودمون باشیم، خودمون دست به دست هم بدیم، همراه بشیم.
بالاخره دوران گذار رو طی کنیم و آینده درستی رو برای برنامه ریزی کنیم برای مردم. شرایط خیلی سخته، خیلی مشکل شده. خب معیارها الان میتونه معیارها فعالیت‌های داخل کشور باشه. شما بانوی مسلمان در ایران با شجاعت تمام، با اعتقاداتی که دارید میاد و سخنتون رو میگید، در زندان ساکت ننشستن، باید فعالیت میکنن. این معیارهایی است. آیا این معیارها رو باید توجه کرد، محور وحدت گذاشت و به دنبالش رفت، یا اینکه انشاهای سیاسی انشا نوشتن کار ساده است و کاری به عوامل دیگه نداشت؟ یعنی کسی که تا چند ماه پیش شکنجه‌گر، بازجو، اینها بوده، میتونه بیاد در چنین وحدتایی شرکت کنه؟ چون وحدت به خودی خود که راهگشا نیست. 57 هم وحدت بزرگی بود. چه معیارهایی باید اساس وحدت بشه؟ من به حد خودم، حالا من نمیتونم بگم آنچنان برنامه‌ای میتونم بدم، ولی این که میان مدعی میشیم میگیم من مثلا میخوام جمهوری اسلامی رو مثلا مخالفت کنم با جمهوری اسلامی، باید بیان اینا، این گروه ها، این افرادی که ادعا میکنن آلترناتیو بدن، همراه بشن، حالا اون کسی که جنایتی کرده مطمئن باشه که باید پاسخ بده. در هر مقام و مرتبه‌ای که بوده در این دوران 44 سال باید پاسخگو باشه، مطمئن باشن که اینا رو به دادگاه‌های عادله اینا رو خواهیم آورد و پاسخ باید بدن. حالا این که ادعا میکنن، مثلا ادعی میگن ما میخوایم جمهوری بیاریم، ادعی میگن ما سلطنت بیاریم، خب بیان همراه بشن. الان آمد شاهزاده از همه گروه ها، از همه اقوام ایرانی تقاضا کرد که همبستگی رو اعلام کنن، همراه هم بشن. خب گروه ها هم بیان. الان مردم اومدن کف خیابون، الان همین چند روز گذشته خیلی اعتصاب های شدید، بستن مغازه ها، اومدن به خیابون. خب همراه بشن کسانی که مدعی هستن به سفارتی این گروه ها، من میگن ما میخوایم جمهوری بیاریم، خب بیان. ما تا اومد آقای شاهزاده پیام داد گفتن صدای پای فاشیست میاد، نمیدونن دارن رهبر تراشی میکنن، دارن نمیدونم خیلی اصطلاحای به کار بردن که حالا من الان دیگه نمیتونم بگم، ولی خب بیان بگن میخوان چی کار کنن، چهره واقعی جمهوری اسلامی رو به دنیا معرفی کنن. الان چرا اینا رو به راه میرن به کشوراشون؟ چرا با اینا هنوز دارن حرف مذاکره، هنوز دارن حرف مطالعه میدن با اینا؟ جمهوری اسلامی رو ما نمیخوایم. این 44 سال کارایی کرده که دیگه به هیچ عنوان دیگه ما امیدی نداریم به بودن جمهوری اسلامی و موندنش. برای برنامه همونطور که اشاره کردیم، من از حرف شما استنباط میکنم که هر حال گذشته ها بی اثر نیست. نه اینکه کسی مشغول کاری بوده در این نظام، کارمند جایی، ولی کسانی که شرکت مؤثر داشتن در چنین وضعیتی در هیچ دموکراسی پذیرفتنی نیست که فردا مسئولیت عمده‌ای به او سپرده بشه یا مسئولیت عمومی. به هر حال الان ما میبینیم بازار هم ساکت ننشسته، یعنی تقریبا میبخشید بی سابقه بوده یک کمچین اعتصابات و اعتراضات در بازارهای ایران. همیشه بازار نقش سنتی داشته در عرصه سیاسی ایران، اما این نقش به نظر میرسه با اینکه در به قدرت رسیدن آخوندها مؤثر بودن، الان چه اثری میتونه داشته باشه این اعتصابات بازار؟ در زمان 57 هم که بالاخره خمینی با اون همه خود و فریب و دروغی که آورد به صحنه، تنها کاری که وقتی تونست موفق بشه که اعتصاب ها بود و اون گروه های مخالف دیگر هم به گول خوردن و اومدن پشت سر خمینی وایستادن. این پیروز شد به قول خودش و حکومت شاهنشاهی رو نابود. الان اگر میخواد که نجات پیدا کنن مردم، باز هم باید همراه هم بشن، ولی آگاهی مردم بسیار زیاد شده. اونهایی که اومدن در 57 همراه خمینی شدن، الان دیگه یا مردن یا هم دیگه به نوعی فهمیدن که اشتباه کردن. در حال حاضر همراه بودن مردم، اعتصاب ها، اعتراض ها تنها راه حل من به شخصه میگم.
تنها راه حل در داخل ایران اعتصاب ها و اعتراض ها هست که مردم باید انجام بدن. و اون نیروهایی که الان در حال حاضر دارن به خامنه ای کمک میکنن تا فرصت هست از بدنه جمهوری اسلامی بیان بیرون و بیان بیرون خارج بشن، چون جمهوری اسلامی امروز و فردا شده دیگه. حالا اگه قبلا گفتن حالا به وعده ها و به دروغ هایی که به مردم تحویل دادن و مردم رو به نوعی ساکت میتونستن نگه دارن، در حال حاضر نمیشه. الان هم مردم اگر اعتصاب میکنن، اگر اعتراض میکنن، برای نجات جان خودشون و کشورشون باید همه همراه بشن. و این اعتصابات بازار قطعا مؤثره نیست؟ بسیار مؤثره، بسیار مؤثره. وقتی که مردم ببندن مغازه ها رو بیان کف خیابون، مسلم که راهکار همینه، راه دیگه ای نداریم. میخوایم چه کار کنیم؟ اسلحه داریم که نباید این کار رو اگه باشه. پس باید با مسالمت آمیزترین روشی که میشه، همون اعتصاب ها و اعتراض ها. راحل همین به نظر من. اشاره کردن سرکار خانم سپهری به انقلابیون 57 که یا گوشه نشینن یا فوت کردن، ولی دی همچنان فعال هستند. چه کسانی رو نمایندگی میکنن هیچ روشن نیست، اما در کشورهای دموکراتیک هم زندگی کردن. میشه با سلطنت مخالف بود، میشه با جمهوریت مخالف بود، همه اینا به جای خود. اما این کجای این حرف به برخوردار از دموکراسی است که من برای دیگران تعیین تکلیف کنم که چه حقی دارن یا ندارن. حالا این دیگران هر شخصیتی هست، از شاهزاده پهلوی گرفته تا هر کس دیگری، من تعیین تکلیف کنم حق گفتن این حرف رو دارد یا ندارد هر کسی. من دیدم در این مناظره که مصاحبه ها گفتگوها چنین، از چریکان سابقا فدایی و غیر فدایی تا بقیه که این حق رو دارن یا کسان دیگری. خانم سپهری گرامی، رسیدیم، برچیده شده این بساطی که هست و الان همه پرسیه. شما به عنوان یک بانوی مسلمان این پرسش رو قبلا هم داشتیم. اگر بیان و به شما بگن که خب ما یک عده مسلمان هستیم، میخوایم یک حزب اسلامی داشته باشیم، چه خواهید گفت؟ حزب اسلامی که بخواد حکومتی ایجاد کنه یا هر حزبی باهان گرفتن قدرت سیاسی است بند، یعنی میخوایم از طریق انتخابات بریم دولت تشکیل بدیم یا هر چی دیگه. دیگه این مشخص شد که حکومت اسلامی اینها آوردن و آمدن ایدئولوژی اسلام میتونه، نباید باشه. من به عنوان یک مسلمان میگم مسلمانی من امر شخصیه و هرگز دین در سیاست نباید دخالت کنه. اگه هر کس مسلمانه، مسلمانیش برای خودش باشه. حکومت سکولار باید باشه تا همه مردم ایران جایگاه داشته باشن. جمهوری اسلامی که اومد گفت من دیگه اثناعشری، شیعه اثناعشری، حتی اهل تسنن رو حذف کرد. پس ما دیگه امتحان خودش رو یک حکومت ایدئولوژی و اسلامی و مثلا دینی و مذهبی داده. دیگه اگه ما بخوایم اینو تکرار کنیم دیگه باید اشتباه باز مکرر رو چجوری بگم. خب به امواج نارضایتی و اعتراضات اشاره کردید شما. میفرمودید. چون رفت و برگشت صدا خواهش میکنم. میگم یعنی من حکومت آره قطع و وصل میشه. میگم من با حکومت دینی مخالفم. حکومت ده. دینی نمیخوام. ما 43 ساله با حکومت دینی، تمام بدبختی های ما با این حکومت دینی اینا آوردن. پس دین باید امر شخصی باشه، غیر دینی باشه. حکومت غیر دینی نباید دینی باشه. من مخالف حکومت دینی. ما مسیحی داریم، کلمی داریم، بهایی داریم، دراویش داریم. خب اینا اگه ما بیان دینی باشه، باز بیان یک گروه دینی جدید باز برپا بشه و بیاد مثلا بفر، اینا رو با چیکار کنیم؟ این بقیه ملت رو با چجوری پاسخ بدیم؟ پس ما حکومت دینی نمیخوایم.
از همین بابت هم قانون اساسی مشروطه هم دچار اشکالات بسیار بود که روحانیون تحمیل کردن گنجوندن در قانون اساسی مشروطه، به اصطلاح که جای بحث زیادی داره. قانون اساسی مشروطه اشکالات بسیار داشت که جدایی دین از حکومت اونچه که سرکار خانم سپهری میفرمایند. اما امواج نارضایتی که اشاره کردید، امواج نارضایتی که اشاره کردین تا چه اندازه در روحانیت غیر حکومتی به اصطلاح شما شاهدش هستین؟ آیا وجود داره روحانیونی که بیرون از دایره حکومت هستن، در خراسان جایی دیگه، نونخوره ولی فقیه نیستن، یعنی از طریق ایشون؟ بله، ولی من الان در حال حاضر ندیدم روحانی که بگه که من مثلا، من ندیدم حقیقتش که مخالف جمهوری اسلامی باشه. یکی برنامه‌ریزی کرد خمینی و خامنه‌ای که همه این روحانیت رو به نوعی زیر خور خودش قرار داد. الان از این همه اتفاق و جنایتی که اتفاق میفته ما اصلا نمی‌بینیم که بگن وا اسلاما، وا مردما، وا مصیبتا. اصلا همه شون لال و در اون حوزه های علمیه میخورن و میخوابن و اصلا ما علما رو ما اصلا نه قبول داریم و نه میخواییم دیگه. ما هم علما رو هم نمیخواییم. ما میخواییم خامنه ای با هم تمام علماش بره. هر کس هر دینی میخواد خودش بره به هر طریقی میخواد بکنه دیگه. ما نمیخواییم که اینا به ما مثلا ما راه نمایی کنن که چجوری به بهش بریم و چجوری از جهنم دوری کنیم. چون ما الان نمیدینیم. الان شما هستین حاضر و ناظر که ببینید کجا اینا آمدن حرفی بزنن. این شرایط اقتصادی مردم، این وضعیت بدی که هست، این همه مشکلات، کدوم عالم و علما آمدن حرفی بزنن؟ جز همین که میان میگن نمقطور مشکلات به خاطر بدحجابی بوده. همین امروز من دیدم، حالا واقعیت داره فکر میکنم علم الهدا بوده. خب اینا رو ما نمیخوایم. اینا علما نیست. اینا یک دیگه که با یک لباس سر مشخص اومدن و خامنه‌ای رو دارن حمایت به نام علما. ما اینا نمیخوایم. کلن اولین کاری که باید بکنیم بعد از جمهوری اسلامی کل این حوزه های علمیه باید بسته بشه. این همه بودجه به اینها میدن، اینا چیکار کردن؟ نتیجه کار همین علما چی بوده؟ ما نمیخوایم. و خب مسائل مثلا شرعیه ای که اینها اومدن و این رساله ها رو نوشتن، قطو اینو چطور باید حلش کرد؟ یه دونه کافی نیست یا اینکه اساسا خب مسئله هر کس با اخلاق خودش، با آگاهی خودش، با اخلاق و زندگی انسانی خودش، اینا همه دروغه. با پای راست بریم با پای چپ بیایم نمیدونم چیکار کنیم، اینا همه دروغه. اینا همه خدعه و نیرنگ و فریب مردم جاهله که اینا با. و این همه روایات جعلی خریداری نداره. و این همه روایات جعلی که ساخته شده برای خود امامان شیعه، مقدسان شیعه، چون این روایاتی رو من فکر نمی کنم اعتقادات داشته باشن که مثلا یکی از امامان شیعه مرده رو زنده می کرد. این از معجزات مسیح ادامه داره. به هر حال لطمه‌ای که به دین و اعتقادات مردم هم زدن به جای خود هست نیست؟ حضرت علی اومد در یخچال باز کرد. بله. حضرت علی اومد در یخچال باز کرد، تو یخچال هیچی نیست. اصلا هزیون، یه عده هزیون گویه که بیت المال رو خوردن و چاپیدن و میخورن. و گفتن خود اینا رو ما نمیخواد. من به عنوان یک مسلمان باید با اخلاق خودم. پیامبر ارجمند اسلام رو هم اشاره کردن، آمد خانه و دیدن غذایی نیست، چند روز بخ چر میدادن. آره تصمه کمرشو کند. آره کمربندشو یه تیکه کند داد خدیجه خورد. ما اینا رو این آیا اهانت نیست واقعا که مثلا پیامبر اسلام از وضعیت خانه شون خبر نداشتن؟ آخه این حرف درش اینم هست متاسفانه که مثلا در خانه وضعیت غذایی نیست یا هست. حالا بانوی اول اسلام هم که میگفتن به هر حال بازرگان بودن. بر بگذاریم لطمه که زنه ثروتمندترین زن زمان. نه این با دروغ پیش بردن الان که دیگه به هزیونگویی، یعنی بازم شاید قبلا یک جوری دروغ میگفتن که کم کنید، مردم هم بسیار خوب شده و
ولی خب اینا حرفه که بگم که آمد و اون گرسنه بود و یکی از کمربندش رو کند و داد و در یخچال چیزی نیست رو برای بودن. به هر حال یعنی شما میفرمایید در قانون اساسی آینده هر نوع نظامی که مردم انتخاب کنن، چه پادشاهی مشروطه چه جمهوریت، حالا چون چه برسیم به اون روز موعود، یعنی دین رسمی نخواهیم داشت، این مسئله شخصی نمیاد در این من جای به شخصی نخواهد بود. من به شخصی میگم دین رسمی نباید داشته باشیم. هر کس هر دینی داره. ما چی دلیل داره که بیام دین رسمی؟ خب اینا آمدن 43 سال دین رسمی اعلام کردن، دیگه بقیه همه رفتن به حاشیه. بهایی، نمیدونم کلیمی، زردشتی، کجان اینا؟ ما خیلی از هموطنانمون مسلمان نیستن، شیعه نیستن. اینا کجان؟ همه را حذف کردن. پس ما دیگه نباید با حکومت دینی یا حالا به نوع دیگه با یک اسم دیگه با یک دیگه با در قانون اساسی مشروطه هم بود دین رسمی، که به هر حال در هر شرایط جدید قانون اساسی نوین و جدیدی میخواد، چه مشروطه چه جمهوری، که گزارش دقیقی دادن سرکار خانم سپهری گرامی از اطراف خودشون از اون چه که در ایران میگذره. خانم سپهری گرامی، انتظار شما در ارتباط با زندانیان سیاسی، نه تنها محمد حسین سپهری برادر گرامی شما، نه تنها هاشم خواستار، نه تنها آقای شاهرودی، نه تنها جناب لعل محمدی و بقیه، همه زندانیان سیاسی از هر مرام و عقیده ای که هستن، از هر دینی که هستن، در شیراز چندین بهایی هموطن بهایی رو به 85 سال مجموعا زندان فرستاد. از مردم چه انتظار دارید؟ از هموطنان دیگه چه انتظار دارید؟ چه در داخل چه در خارج در ارتباط با زندان؟ الان تنها مشکل زندانیان سیاسی نیست، تمام شرایط زندگی سخت شد. ما خانواده هایی که عزیزانمون در زندان هست، خب باز یک رنج مضاعفی رو داریم میکشیم. و من برای همه زندانیان سیاسی، حتی اون زندانی که برای اعتیاد، برای قاچاق، برای هر مشکلی هم رفته، خب من هفته یک روز میرم زندان وکیل آباد، والله من برای اونها هم ناراحتم، چون همونها هم دستاورد جمهوری اسلامی هست. و ما همه باید با هم دیگر همت کنیم تا شرایط عوض بشه، شرایط تغییر کنه، جمهوری اسلامی بره. اگر ما به هر طریقی صبر کنیم، مدارا کنیم و به فکر خودمون باشیم، این شرایط عوض نمیشه و همین شرایط خواهد بود. ما برای همه زندانیان نگرانیم. شما تعداد رو اسم بردید، هزاران زندانی سیاسی و عقیدتی و با جرائم دیگه در زندانهای جمهوری اسلامی هستن که تمامش عاملش جمهوری اسلامی هست و آقای خامنه‌ای. پس ما برای همه ناراحتیم و هم باید همراه بشیم. اتحاد و اعتراض و استادت جلوی جمهوری اسلامی، انتظار من همین. خانم سپهری، این پرسشم هست، مایل هستم شما پاسخ شما رو مطمئنم بسیار بینندگانمون شاید کنجکاو باشن بدونن که وقتی که قانون اساسی هست، جدای دین از حکومت، چه مشروطه چه جمهور، هر چه که هست، به اون روز موعود که میرسیم، شما به عنوان یک بانوی مسلمان مشکل نخواهید داشت در صورت پادشاهی مشروطه نخست وزیر کشور مسیحی باشه، یهودی باشه، بهایی باشه، لامذهب باشه، و در صورت جمهوریت رئیس جمهور چون این وضعیت داشته باشه؟ به هیچ وجه برای من این که بگم کی باید بیاد که نمیدونم دینش چی باشه اصلا معنایی نداره. میخواد یهودی باشه، میخواد مسیحی باشه، هموطن من هست. من چیکار به دین و مذهب طرف دارم؟ برای کشورم خدمت کنه، حقوق بشر رعایت بشه، همه دیده بشن، کشورم آباد بشه. من کشوری آباد میخوام. من دین و مذهب نمیخوام. قرائتی که برای هر 50 خونه باید یک مسجد بسازیم. من مسجد من آب کشورم میخوام. من
در امنیت میخوام، من مردمی سالم میخوام، من اعتیاد جوانا رو میبینم داغون میشم، من میخوام کشوری باشه که در اون اعتیاد وجود نداشته باشه، مردم من خوشحال و راحت باشن. به دین و مذهب مردم من کاری ندارم، من یک ایرانیم، یک نفرم، من حق دارم نظرم رو بگم. من میگم آینده کشور دست هر کی میخواد باشه، میخواد سلطنت بیاد، میخواد جمهوری بیاد، کشورم باید حق و حقوق مردم رعایت بشه. من نبینم این همه فقیر و گدا و مستحق و مستمن، نبینم این همه زباله‌گرد، نبینم. من مسجد نمیخوام، مسجدهای تو مشهد هست که آسانسور داره، چند طبقه، ولی مردم در اطراف او در کنار خیابون میخوابن. من اینجوری نمیخوام. من تمام این مسجده رو میگم باید مهمانسرای مردم بشه، افراد بی پناه برن اونجا سر و سامان بگیرن تا برای اینها زندگی درست بشه. اینجوری که اینها رعایت کردن و آوردن و زندگی کردن برای مردم درست کردن، این همه جنایت بود. مردم الان گرسنه‌ان، مردم فقیرن، مردم گرسنه‌ان، مردم معتادن. من کشوری میخوام که درش معتاد نباشه. بله، این آسانسورها اهمیت نداره. این آسانسورها عملاً کسی رو به خداوند نزدیک نمی‌کنه. فرمایشات شما که اشاره کردید منو یاد این سخن بسیار بسیار مهم بوالحسن خرقانی میندازه. بوالحسن خرقانی که بر سردر خانقاهش نوشته بود به این مضمون که هر که از راه میرسد آب و نانش دهید، از دینش نپرسید. و در نظر اینها آفریننده جهان چون خود اینها، خدای اینان انگار تنگ نظر مانند خود اینها هست، وسعت نظری نداره خداوند این اهل ولایت فقیه، چون فقط کسانی مقرب هستند که ولایت مدارن به همین معنی که امروز هست، بقیه نیستن، انسان نیستن، آفریده خداوند نیستن به هر اعتقادی که هست. این تنگ نظری با کجای ادیان میخونه؟ جمهوری اسلامی هم خدای خودش رو جدا کرده، هم دینش و هم مردمش. ما اصلا میگم سر تا پای جمهوری اسلامی دروغ و جنایت و خیانت به بشریت. ما اصلا جمهوری اسلامی رو دیگه با هیچ خدایی که او بخواد ما نیست، خداش هم مال خود، وصل به خدا و بهشتش هم مال خود. و خانم سپهری عزیز از خراسان، از مشهد، با همه مناظر غمگینی که از صبح تا به شام اطراف خودتون میبینید، از لابلای این مناظر و حرکتها و جنبشها و خیزشهای مختلف رو که میبینید، از آبادان تا خود خراسان و گیلان و جاهای دیگه، از لابلای این مناظر چشمانداز آینده رو روشن میبینید؟ بسیار. من تنها امیدم آزادی ایران به زودی هست و منتظرم، لحظه شماری میکنم که بگن تموم. من امیدوارم به آینده بسیار روشن. تنها امیدم که دارم زندگی میکنم که ببینم کشورم آباد شد، آزاد شده از دست جمهوری اسلامی. من صبح شنبه از تهران برگشتم، روز تولد امام رضا بود. وقتی که پیاده شدیم از قطار، تعدادی از خدام اومده بودن و در مسیر جمعیتی که از قطار اومدن بیرون از راهن، خوش آمدگویی و عود و انبر و اینا دود میکردن و نبات تبرکی. دلم میخواد اونجا فریادنم و دروگی مصبه بودم که من میگرفتن بین این گرسنه ها رو حمایت کنیم، بین این گونه هایی که بی حساب و کتاب در دسته آستان قدس هست، خرج مردم فقیر و بدبخت بکنی. اینجوری آمدین سر راه وایستادین بگین خوش آمدین امروز ولادت امام رضایه. توهین به امام رضا هم هست، به مردم این شهرم. خانم سپهری، ببینید وقتی دیوار برلین فرو ریخت بعد از سالها جدالی که بود،
من یک مصاحبه دیدم، بسیار مصاحبه هنوز در ذهنم هست. یک شهروند آلمان شرقی بعد از فرو ریختن دیوار داشت میرفت به جایی، اون طرف کافه جایی. گزارشگر ازش پرسید شما الان چه احساسی داری؟ میخوای چه کار کنی؟ گفت الان احساس من اینه، اون کافه رو میبینید، میخوام برم بشینم اونجا یک قهوه با خیال راحت بخورم. دیگه برای اولین بار حس کنم که پلیس مخفی دنبال من نیست، این هوای آزاد رو استنشاق کنم. پرسش من همینه، در ایرانی که شما امیدوار هستید و میلیون ها امیدوار هستن، آینده این چنین آزاد، خانم سپهری میشه الان پرسید اولین کاری که خواهید کرد چه خواهد بود؟ اولی کار این که برم تو خیابان بخیرین کودکان زباله‌گرد رو نبینم. چون من بیرون که میرم اینا رو میبینم فوق‌العاده اذیت میشم، رنج میبرم که چرا اینا اینجوری. مثلا بچه های 10-12 ساله دارن گدایی میکنن در سطح شهر. مثلا مسیر پلیس راه که میخوای از شهر خارج بشی، تعداد زیادی زنهای جوان دارن سن دود میکنن و میان جلوی ماشین و تقاضای کمک میکنن. اینا رو نبینم، اولین چیز دلم میخواد که برم بیرون و اینا رو نبینم و بتونیم به اینها کمک کنیم و شرایط و حق اینا رو به اینا برگرد، حق ما رو برگرد به مردم بدیم، حق از مردم بسار اینا حق کردن به مردم برگرد. این روز همونطور که اشاره کردن دور و دیر نیست. موافق هستین برنامه شماست تقدیم کنیم به همه کودکان کار، کودکان زباله‌گرد و همه کودکان نازنین کار. سپاس و مادران پریشان از حال فرزندانش. سپاس. بله. و پایانی که می‌بینن خانم سپهری با نگاه دقیقی که دارن، آینده‌ای روشن برای ایران، مردم ایران، آینده شایسته نسل‌های آینده، نسل‌های کنونی، کودکان و نوجوانان ایران. سپاس بسیار داریم از شما سرکار خانم سپهری گرامی، با سپاس بسیار. آرزوها و چشمنداز ارجمندی که خانم سپهری می‌بینن، نگاه میلیون ها ایرانی است، در همین مسیر در تلاش بوده و هستند. بخش بزرگی از آنان زندانیان سیاسی هستند که همچنان از درون زندان نیست به فعالیت های خود برای رسیدن به چنین هدفی دست نکشیده و با همه سختی هایی که جان اونها را آزرده همچنان ادامه می دهند. زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم، نگوییم این سلطنت طلب است، آن جمهوری خواه، این مذهبی است، آن لا مذهب. هر آن که به فکر آینده بهتر برای ایران است و در زندان به سر میبرد، سرمایه است برای همه ایران. زندانیان سیاسی رو از یاد نبریم. به پایان برنامه رسیدیم. اشاره کنم به زودی یوتیوب شخصی من منتشر خواهد شد، سخنانی دیگر که در تفسیر خبر مجال آن نیست از بابت وقت، بیشتر گفتگوست و پرسش. در یوتیوب سخنان هر روز درباره مهمترین مسائل روز، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان آسماری، کوساران دنا، دراک، الوند، کوزگرس، تفتان، بینالود و درفک، کوساران تاراد و منگش و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد. ایران هرگز نخواهد بود.